سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان و برای همه آرزوی شادکامی دارم. در بادی امر خداوند را سپاسگزارم و سپس یاران همدل، دوستان نیکخواه. باز بنده هم یک دو مقدمه کوتاه دارم تا اینکه زانو بزنیم در محضر درس مولانا جلال الدین بلخی و حکمت‌های ناب او رو از او بشنویم. در هفته گذشته فقیهی از دنیا رفت، جناب آقای شیخ محمد یزدی. درباره او سخنان زیادی گفته اند و میگویند، من هم نکته های کوتاهی رو میخوام خدمت شما عرض کنم. به هر حال همه ما روزی باید در محضر حضرت رب الارباب پاسخگوی اعمالی باشیم که انجام داده ایم، کارهایی که دانسته ایم و کارهایی که نادانسته انجام داده ایم، ترکهایی که کرده ایم، فعلهایی که کرده ایم. خداوند حسابگر و سریع الحساب گرچه رحیم است و عطوف است و لطیف است و رؤوف است، با همه این احوال چیزی رو روگذار نمی کند و اغماز نمی کند، علل خصوص اگر حق الناس باشد که در اون صورت گریبانگیر آدمی است و به زحمت میتوان از حقوق ضایع شده عبور کرد و پاسخگوی اونها نبود. جناب آقای یزدی همچنان که هممون میشناسیم از ستونهای ستبر استبداد دینی در کشور ما بود. این نکته رو اگر به خود او هم میگفتی انکار نمیکرد، فقط کلمه استبداد دینی رو بر می داشت و به جای او ولایت مطلقه فقیه رو می گذاشت. او خود رو یک سرباز پیاده نظام ولایی می دانست و در تحکیم پایه های این نظام که جز استبداد مطلق چیزی نیست به جد کوشا بود. پیمانی که با ولی فقیه بسته بود به اون پیمان وفادار بود و با طبع و خوی تند و آتشینی که داشت میکوشید تا دشمنان رو، مخالفان رو، ناقدان رو و کسانی که دگراندیش بودند و افکار دیگری داشتند همه رو بتاراند، برماند و مورد ناسزا قرار بدهد و مورد تهدید قرار بدهد. کارهایی بود که همه ما از او دیده بودیم. شاید آخرین کاری که کرد نامه‌ای بود که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم علیه جناب آقای سید کمال حیدری نوشتند با اون لحن درشت و جناب آقای یزدی امضا کننده او بود. قبل از او کاری که کرد با آیت الله شبیری بود که از مراجع بزرگ قم هستند، به خاطر ملاقاتی که بین ایشون و جناب آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق صورت گرفته بود با او عتاب آلود سخن گفت و با تحکم تمام گفت که دیگر تکرار نشود. قبل از او با آیت الله علوی بروجردی در افتاد، چون ایشان هم میخواست که مرجعیت خود رو اعلام کند و رساله خود رو بنویسد و آقای یزدی به صراحت گفت که اگر او چنین کند من اولین کسی خواهم بود که تابلوی دفتر او رو پایین خواهم آورد. قبل از او با جناب آیت الله صانعی در افتاد و به خیال خود با یک رأی بسیار ناسواب او رو خلع از مرجعیت کرد. اویی که در نظام تشیع کسی رو نسب به مرجعیت می کند تا کسان دیگر بیایند و از او سلب مرجعیت کنند. قبل از او و از همه فاجعه بارتر در افتادن او با مرحوم آیت الله منتظری بود و اون قوقایی که علیه او برآورد، فرماندهی کرد لشکری از اوباش رو که به منزل اون فقیه مظلوم بزرگوار ریختند و چه ها بر سر او آوردن، مظلومیتی که تا پایان عمر همراه اون فقیه عزیز، پرهیزکار و بزرگوار بود. قبل از او هم با مرحوم آیت الله شریعت مداری در افتاد و به قول خودش که در کتاب
خاطراتش نوشته جمعی از بزن بهادرها، اوباش قم و کسی در صدرشون به نام شاه غلام رو صدا زد و گفت که بچه ها و اطرافیانت رو جمع میکنی و میروی و خلق مسلمان ها رو به قول خودش تارمار میکنی و اونها چنین کردن. این تازه گوشه ای از کارنامه اعمال ایشان بود. وقتی که ریاست قوه قضاییه رو داشت، همون قوه قضاییه ای که بعداً آقای شاهرودی که تحویل گرفت گفت که من یک ویرانه رو تحویل گرفتم، همون قوه قضاییه ای که یکی از قضاتش آقای سعید مرتضوی بود و وقتی که در مقابل این قول قرار گرفت که به دوستان ما گفته بود که آقای شاهرودی میگوید که این قوه قضاییه ویرانه است، در جواب گفته بود نگاه کنید سخن یک قاضی رو، گفته بود منظور ایشون ساختمان های قوه قضاییه بود نه نظام قوه قضاییه. ایشان در صدر چنین قوه بود و ایامی بود و اوقاتی بود، کسانی که اون ایام رو به یاد دارن میدانن که چه اختناق سیاه استخوان سوزی بر کشور حاکم بود و چگونه قتل ها انجام می گرفت، روبودن ها انجام می گرفت و تأییداتی که از ناحیه قوه قضاییه می گرفتند، رسیدگی هایی که باید می شد و نمی شد و داغی که به جگرها نشست، خونی که در دلها ریخت و ناکامی هایی که حاصل آمد، مظلومیت ها، زندان شدن ها، طرد شدن ها، همه اینها بخشی از پرونده و کارنامه متاسفانه تاریک و سیاه این فقیه بود. کمترین اون کسانی که مورد عتاب و تندی ایشان قرار گرفت بنده بودن، که وقتی که مکاتبه‌ای با مرحوم آیت الله منتظری داشتم بر سر مسئله حقوق بشر، من به ایشان نامه‌ای نوشتم، توضیحاتی از ایشان خواستم با کمال احترام. جناب آقای منتظری هم محبت و لطف و بزرگواری کردند، پاسخ من رو دادن، کاری که خب کمتر در جامعه ما و مخصوصا میان علما و مراجع بزرگ با دیگران صورت میگیره، این کار رو انجام دادن، پا در این میدان نهادن، ابا و امتناع نکردن، این امر رو فوق شأن خودشون ندانستن. الان اونها جزو تاریخ معرفت و فقاهت در کشور ما هست، اون نامه ها و اون مکاتبه نیکو. من در نوشته خودم در حضور جناب آقای منتظری با کمال احترام گفته بودم که پاره از احکام فقهی که برخلاف حقوق بشر است، اینها باید مورد تجدید نظر قرار بگیرند. یکی از دلایلی هم که ذکر کرده بودم، گفته بودم که عموم روایاتی که شما مستند فتاوای خود و احکام خود قرار می دهید خبرهای واحدند و حجت شما این است که خبر واحد رو عقلا قبول دارند. من به ایشان نوشته بودم که ولی عقلا وقتی که پای جان و ناموس و عرض و آبرو و خون کسی در میان باشد، خبر واحد رو به راحتی قبول نمی کنند و به همین سبب در این امور باید تجدید نظر بشه. همچنین در مسئله ارتداد خدمت آیت الله منتظری نوشته بودم که چون ایشان آورده بودند که کسانی که مرتد می شوند در حکم عضو سرطانی هستند که باید قطع شوند، من به ایشان نوشتم که چرا در مورد دگراندیشان چنین فکر می کنید؟ مثالتون رو عوض کنید. این مثال شایسته ای نیست و در خور استدلال یک فقیه نیست که بر مبنای یک مثال بیاد یک حکم کلی بده، اونم حکم کلی که جان دیگران رو معرض خطر قرار میده. گفتم شما بگویید که باقی داریم که در درختان مختلف هستن، پاره از درختان بسیارن، پاره از درختان در اقلیتن و کمترن، آیا نتیجه این میشود که اون درختهایی که عددشون کمتره و متفاوتن با درختان دیگر قطع ریشه کنیم، از بن ببریم؟ این چه جور مثال زدنیست و این چه جور استدلالیست بر اساس اون مثال؟ اینها سخنان من بود. این نامه البته در کتاب سیاست نامه من آمده است، کسانی که میخواهند میتونن مراجعه کنن.
مرحوم آقای منتظری هم پاسخهای خودشون رو دادند و این تمام شد، ولی بعد دیدیم که نه، ماجرا تمام نشده و این نکته مورد اعتراض جناب آقای یزدی قرار گرفت. هفته بعد که ایشون خطبه های نماز جمعه رو میخوندن، تجدید مطلع کردن و مسئله رو مجددن مورد طرح که چه عرض کنم، مورد عتاب و مورد ناسزا قرار دادن. و این عین کلمات ایشان است که من از کتاب سیاستنامه خودم، سیاستنامه جلد دوم، این رو میخوانم براتون در نماز جمعه. به آن آقا میگویم اگر درباره مسائل فقهی میخواهی نظر بدهی، باید عینک رسوبات غربی را از چشم برداری. مبنای اصلی فقه در اسلام قرآن است. اگر کسی دو کلمه یاد گرفت که نمیتواند وارد این بحث ها شود، اون هم در روزنامه یا مجله، نمی شود که شما قرآن و حدیث رو کنار بگذاری و با این یافته ها و بافته های غربیت حرف هایی رو که آدم دلش نمی خواهد از این تریبون بگوید، چرت و پرت و تعبیرهای بیمایه و اساس فقه اسلام را زیر سوال ببری. اینها قسمتی تکه ای از سخنانی بود که جناب آقای یزدی در نماز جمعه گفتن و عرض می شود که و من نامه ای در پاسخ ایشان نوشتم و چاپ کردم. همه اون نامه رو اینجا نمیخوام برای شما بخوانم، می توانید در آن کتاب بیابید و بخوانید. نوشتم که من با جناب آقای آیت الله منتظری گفتگوها و مکاتبه ها کردم، اما هنوز یک قنچه از آن گلزار معطر نشکفته بود که فقیهی رسمی با نعره و نفیر از راه رسید و خزانوار بر بوستان اندیشه وزید و به عادت مألوف رقم لجاج بر دفتر احتجاج کشید و تپانچه غضب بر گونه ادب نواخت و نامه ای را که آن عزیز یعنی آیت الله منتظری عالمانه و منتقدانه اش خوانده بود، به تازه تازیانه سخریه و تخفیف فرو کوفت و حرمت کاتب و باحث را نگاه نداشت و خطا در خطابه ریخت و جفا بر جماعت و جمعه کرد و پای سخن از گلیم ادب فراتر بود و رسم مروت فرو نهاد و سلسله خصومت بجنبانی و لهیب صفت نهیبی مهیب برکشید و تنگ چشمانه بر این درویش یک قبا حمله آورد و بانگ بلند برداشت و پرچم خشونت برافراشت که فقه را در ترازو نهاده ای و در پوستین فقیهان افتاده ای و عینک رسوبات غربی بر چشم زده ای و دو کلمه نیاموخته به مصاف نرشیران بیشه فقاهت آمده ای و با تعبیرهای بیپایه و خودباخته عزم بر حدم اساس شریعت کرده ای و نیندیشیده ای که خود و استادت در جیب یک عالم حوزه گم می شوید. این عین تعبیرات ایشان بود. خود و استادت در جیب یک عالم حوزه گم می شوید. در این هنگامه ترشروعی و درشتگویی آقای شیخ محمد یزدی تنها نبود، بلکه یک یزدی دیگر نیز شرکت داشت. منظور من آقای مصباح یزدی. بلکه یک یزدی دیگر نیز شرکت داشت که او هم با غیرت تمام حاملان قرائت‌های دیگر از اسلام را جوابی دندان شکن داد و بر دهان زدن و بیجا کردن را، اینا عیب عین عبارات آقای مصباح است، حق و کیفر آنان دانست. خب بعد حالا نکته هایی رو من آوردم که اینها از مقلدان تقلید و از محققان تقلید و از مقلدان تملق می طلبند. آیا دل سوخته غیرتمندی نیست تا این غافلان را به خیش آورد و از آنان بخواهد تا دهان در روز ببندند و دیده تفرس بگشایند و مایه‌ای بگذارند و در جواب سخنان به قول خودشون بیمایه دیگران چند سطری قلمی کنند و با دانش فراخشان جا را بر مدعیان جاهل تنگ کنند؟ آیا موسایی نیست تا بر این چوپانان بانگ بردارد که خواجه پنداری که طاعت میکنی، بی خبر از معصیت جان میکنی؟ گند کفر تو جهان را گنده کرد، جامعه دیبای دین را
زنده کرد. کجا رفتند هم کسوتان و پیش کسوتان آقای محمد یزدی تا وی را انذار و اندرز دهند که با دانش به مساف اهل دانش برود و نقص حجت را به سوزن قدرت رفو نکند و ارباب دلیل را ذلیل سیاست نخواهد و عاطفه عوام را بر عاقله خواص نشوراند و قلیان غضب را به چوب دستی خرد رام کند و حد خود را بشناسد و به نام شریعت زهر در کام حقیقت نریزد و یک چند نیز خدمت معشوق و می کند و جرعه از پیاله محبت بنوشد و دماغ فقاهت را تر کند. دریغا مولانا جلال الدین و دریغا اون بانگهای جگرشکاف که پنجه با مردان مزن ای بوالهوس بر ترس سلطان چه میرانی فرس. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پا منه زندازه بیش. و السلام علی من سمع فوعا. این نامه که بعدا در مجله کیان چاپ شد به سال در مهر ماه بله در مهر ماه 1378 یعنی 21 سال پیش به چاپ رسید. بعد از او جناب آقای یزدی البته ادامه داد نه تنها با من بلکه با دیگران. خب برای عبرت گرفتن است که آدمی عمر خود رو در چه سپری کند و اینکه نام نیکی از خود به جا بگذارد. به قول سعدی دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب. نام نیک در این جهان، ثواب در آن جهان. دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، و زین دو درگذری کل من علیها فان. این دو تا باقی میمانند، بقیه همه فانیه. یک نکته کوتاه هم راجع به اعدامی که در این هفته داشتیم عرض کنم. خب همه ما میدانیم حادثه تصادف انگیزی بود که کسی رو اعدام کردن. من از کسانی نیستم که به طور کلی و کامل مخالف اعدام باشم، اولا به جهت اینکه در شریعت آمده، ثانیا شاید هنوز مواردی باشه که بتوان در اونجاها رضایت به اعدام داد. داستان اعدام هنوز در جهان یک سویه نشده است. کشورهایی هستند که حقوقدانان آنها این نوع مجازات رو در موارد نادر جایز می دانند و کشورهای دیگری خصوصا اروپا هستند که نه. حالا سخن من در این باب نیست. سخن من در این است که جرم سیاسی، اگر به فرض جرم سیاسی داشته باشیم، برای جرم سیاسی نمیتوان مجازات اعدام داشت. اگر مجازات اعدام رواست، در موارد دیگر رواست، فرضاً برای قاتلان حرفه‌ای و امثال آن. اصلا جرائم سیاسی حساب دیگری دارد، ولی دریغا که در کشور ما جز این اواخر که اون هم در لفظ و در نام چیزی به نام جرم سیاسی شناخته نیست و به سرعت این جرائم سیاسی رو تحت عناوین دیگری میبرند و به فوریت حکم صادر میکنند و اون هم حکمهایی که وقتی عمل شد بازگشت ناپذیر است. من در این باب بیش از این نمیگویم، از کسی دفاع نمیکنم و حمله هم بر کسی نمیبرم، اما چون طالب اصلاح نظام هستم، نظام فکری که در کشور ما حاکم است، نظام حقوقی که حاکم است، امیدوارم در این موارد عاقلانه تر، حکیمانه تر، نیکخواهانه تر بیندیشند. این جان که حفاظتش در صدر مقاصد شریعت است به آسانی نمیتوان گرفت. نهایت احتیاط رو در دماغ و در اعراض و در نفوس باید به خرج داد و نمیتوان فقط به اعتبار اینکه فلانی فلان جرم و فلان کار رو کرده است او رو به راحتی محکوم به مجازاتی کرد که باز پس ناگرفتنی است. تأسف خود رو از این باب اعلام میکنیم. بسیار عالی، از این مقدمات در گذاریم و قدری هم به مولانا بپردازیم. از هر چه می رود
سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. داستان اعرابی هستیم، همون اعرابی که تجسم خود مولاناست، که می رود به دربار سلطان، سلطانی که معشوق ازلی مولاناست، یعنی حضرت رب الارباب، و اینکه چگونه مورد استقبال و پذیرش قرار میگیره، چگونه هدیه خرد او رو با کمال بزرگواری و سماحت از او میپذیرند، چگونه در مقابل اون هدیه خرد جوایز و پاداش‌های کریمانه بسیار به او میدهند، دل او رو خوش میکنند، او رو امیدوارانه روانه میکنند، چگونه این کار کوچک که در مخیله اعرابی نمی گنجید که چه نتیجه بزرگی دارد، به اون نتیجه بزرگ منتهی می شود. و این یکی از درس های این داستان است که هیچ کار خردی رو خرد نینگاری، هیچ کار خردی رو خرد نینگاری. کار خرد یک سبوی آبی که از گودال های بیابان جمع شده بود به دربار سلطان می رود. سلطان به جای اینکه بی‌اعتنایی کند، اون رو به کناری بیاندازد و محل به آورنده اون هدیه نگذارد، در واقع احساس او رو و اون رغبت او رو و اون ارادت او رو و خضوع او رو ارج می‌نهد. می‌گوید که جمله‌ای هست که از عبارات مشهور است در زبان عربی، می‌گویند که کمال الجود بذل الموجود. کمال جود آدمی این استش که اون چرا که دارد عطا کند و بذل کند. خب عربی که مهمترین دارایی او، مطلوب ترین مالی که نزد او و متاعی که داشت همین یک کوزه آب زلال خنک بود که از باران جمع آوری کرده بود، این همه این رو به خلیفه داد. جای اون بود که خلیفه همه خود رو به او بدهد، همه خود رو. حالا مولانا برای ما میگوید من کان لله کان الله له، هر کس برای خدا شد خدا برای او میشود. منطق کار این است تو همه خود رو با همه کوچکی ولی بیش از این نداشتی، همه خود رو، همه وجود خود رو، همه سرمایه و ظرفیت و توانایی خود رو در اختیار او نهادی و به او بخشیدی، او هم همه خودش رو به تو خواهد بخشید. یعنی تو الهی خواهی شد، تو خاکی افلاکی خواهی شد، تو پس از آن صفت و خوی خدا خواهی گرفت که برترین کمالات است، برترین مدارجی است که آدمی میتواند به او پا بدهد. نکته اول. نکته دومی که این عرب به راهنمایی چه کسی این کار رو کرد؟ به راهنمایی خانمش، همسرش، همسری که او رو خرد می انگاشت، همسری که او رو خفیف می انگاشت، همسری که تحمل یک نقد او، یک عتاب او رو نداشت و آماده بود که به کمترین بهانه او رو طلاق بدهد و از او جدا بشود. ولی همین خانم که در چشم او خرد می آمد، او رو چنان راهنمایی بزرگی کرد که همه دنیا رو به او بخشید. پس هیچ کس رو خرد نشمارید، هیچ عملی رو هم خود نشمارید. این یکی از پیغام‌های این داستان است. برای اینکه اون که بزرگ است شما رو می‌بیند، اون که بزرگ است شما رو می‌بیند و او با بزرگی خود با شما رفتار خواهد کرد، به خردی شما نمی‌نگرد، بلکه با دستان گشاده خود با شما مواجه خواهد شد. این رو در خاطر داشته باشید. با خدا کار کردن چنین است، آدمیان حکم دیگری دارند. با خدا و با خدا صفتان، کریمان، جوادان، اونها که به قول مولانا جود مطلقند، برای اینکه در بحر جود حق غرق شده اند، با اونها کار کردن و رفتار داشتن چنین پاسخ میدهد، چنین نتیجه میدهد. اینها از نکته های لطیف و بدیع این داستان است. خب در بخش پیشین این رو آزمودیم. مولانا گفت برای ما که خداوند جواد است و جود او دو مظهر دارد، یکی این که خلق محتاج می کند، یکی این که بعدا به محتاجان بیشتر می بخشد. و
بندگان خاص خداوند هم چنینند، یعنی محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند، بدون غرض، بدون دلیل، بدون رشوت، بدون بهانه، از سر محض کرم و سخاوت بخشش میکنند. حالا اعرابی رسیده است به اینجا، مولانا برای ما گفت که اون سائلانی، اون محتاجانی که فقط چشم به لقمه دارند و چشم به حق ندارند، گدای درگاه محتاجانی مثل خود هستند، نه گدای دریای کریم، درگاه کریم و جوادی مثل خدا. اونها فقر لقمه دارند نه فقر حق، فقر لقمه دارد او نه فقر حق، پیش نقش مرده ای کم نه طبق. اینها رو هم برای ما گفت و نکته های بدی از او شنیدیم. حالا دنباله داستان، اعرابی به بارگاه و به دربار خلیفه یا سلطان رسیده است. پیش آمدن نقیبان، نقیب یعنی کارگزار، یعنی کسی که زیر دست رئیس کار می کند. پیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفه از بحر اکرام اعرابی و پذیرفتن هدیه او را. آن اعرابی از بیابان بعید بر در دارالخلافه چون رسید، پس نقیبان پیش اعرابی شدند، یا پس نقیبان پیش او باز آمدند. هر دو نسخه داریم. بس گلاب لطف بر جیبش زدند، یعنی بر سر و سینش. حاجت او فهمشان شد بی مقال، کار ایشان بود عطا پیش از سؤال. میبینید دیگه اوصاف دربار خلیفه نیست، اینا اینا اوصاف درگاه خداوند است. حاجت او فهمشان شد بی مقال، کار ایشان بود عطا پیش از سؤال. پس بدو گفتن یا وجه العرب، از کجایی چونی از راه و تعب. وجه العرب یعنی ای روشناس، ای نامدار در میان عرب، ای شخص موجه و وجیه، لقب احترام آمیزی است. گفت وجه هم گر مرا وجهی دهید، بی وجوه هم چون پس پشتم نهید. گفت آره من وجه العرب خواهم شد اگر شما مرا وجه العرب بنمایید و بسازید، اما اگر پس پشت من یعنی پشتیبان من نباشید، بی وجوه خواهم، هیچ اعتبار و احترامی نخواهم. ای که در روتان نشان مهتری، فرتان خوشتر ز زر جعفری. زر جعفری یعنی زر خالص. گفتن که جعفر برمکی وقتی که به وزارت رسید و البته بعدها دوچار اون سرنوشت سوء شد که برمکیان همه مورد غضب هارون الرشید قرار گرفتند و به قتل رسیدند و تبعید شدند و غیره، و اینها که از اون خاندانهای بزرگ و مهم ایرانی بودند و اصلشون از همین اونجاییست که امروز افغانستان میگیم، اینها مورد غضب قرار گرفتند. دلایل عجیب و غریبی هم در این باره نقل شده، میتوانید به تاریخ ابن خلدون مراجعه کنید و ببینید که مسائل چه بوده. به هر حال خب سکه های طلا که میساختن معمولا در خود تقلب هم میکردن، و زر جعفری طلایی بود که جعفر برمکی سکه زد که خالص خالص بود، زر خالص بدون هیچ گونه ناخالصی. این که به او زر جعفری میگفتن، دلایل دیگری هم ذکر کردن برای اینکه چرا به طلا زر جعفری میگفتن. ای که در روتان، از اینجا به بعد در واقع مولاناست و خطاب او به اولیاء حق، به اقطاب، به کسانی که مظاهر جمال خداوند هستند، که حالا از زبان اعرابی این به نقیبان گفته می شود، اما از زبان مولانا که اعرابی این داستان است به اولیاء حق گفته می شود. ای که در روتان نشان مهتری، فرتان خوشتر ز زر جعفری. ای که یک دیدارتان دیدارها، ای نثار دیدتان دینارها. ای همه ینظر به نور الله شده، بحر بخشش از بر شه آمده. تا زنیدان کیمیاهای نظر، بر سر مسهای اشخاص بشر. من غریبم
از بیابان آمدم بر امید لطف سلطان آمدم، بوی لطف او بیابانها گرفت، ذره های ریگ هم جانها گرفت، تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. مولاناست دیگه، احوال شخصی اوست، 100% احوال شخصی اوست، داستان گویی نمی کنه، در این داستان خود او فرو رفته است. همه این سخنان خالصانه و صمیمانه و متضرعانه از زبان این مرد عاشق بیرون می جهد که این چنین آتشگون است، آتش پاره هایی است که از کوره وجود این مرد بیرون می جهد. در واقع داره حکایت دیدار خودش رو با اولیاء حق میگه، حکایت دیدار خودش رو با شمس میگه، اون ولیی که مولانا رو در کام کشید، در دام کشید و به نزد خود آورد. مولانا داره اون دوران رو یادآوری میکنه، با خودش گفته بود که دیگه اسم شمس رو نمیارد و نیاورد، فقط یک بار در دفتر دومون هم از سرعت عبور کرد، گفت دیگه نمیارم، فتنه و آشوب و خونریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. لذا خویشتنداری میکرد، ولی مگه شمس رو رها میکرد؟ مگه او شمس رو رها میکرد؟ به قوت در جاگ او متمکن شده بود، نشسته بود، مثلا وجود او وجودی بود که این آفتاب یعنی شمس از درون او دائما در حال درخشش و تلألو بود. اینجا داره با او خطاب میکنه، میگه یک دیدارتان دیدارها، ای نثار دیدتان دینارها. جا دارد برای یک بار دیدن تو همه دینارها، یعنی همه سرمایه ها و دارایی ها رو نثار کنیم. یک دیدن تو به هزاران دیدار میارزه. چه امروز این رو ببینم، اون رو ببینم، این به من چه میده، اون به من چه میده؟ یک دیدار با تو به جای صدها هزار دینار دیدار است. لیلت القدر خیر من الف شهر، یک شب برابر هزار ماه، هزار ماه. برای اینکه اون یک شب اگر سرنوشت تو معین شد، جان نو با یافتی، حیات نو به تو بخشیدن، دیگه تمام عمر به آن جان و به آن حیات زنده ای. ای همه ینظر به نور الله شده. اینجا مولانا از یک روایتی استفاده میکنه، اقتباس میکنه، روایتی است که از پیامبر منقول است که ایشون فرمودن که اتقوا من فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله، از فراست مؤمن، از زیرکی مؤمن برحذر باشیم، چون او با نور خدا نگاه میکنه، چشم او واجد نور الهی است، یعنی اعماق رو میبینه، شناسایی میکنه، چیزی از نگاه او پنهان و پوشیده باقی نمیماند. ای که ای همه ینظر به نور الله شده، این صفت اولیاء حق است، بحر بخشش از بر شه آمده، اولیاء خدا، تا زنیدان کیمیاهای نظر بر سر مسهای اشخاص بشر. نگاه شما کیمیاست، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه یه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کنند. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. این کلمه کیمیای نظر رو اینجا یادتون باشه، این همون است که حافظ میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. من بارها خدمت شما گفتم حافظ برداشت‌های بسیار از مولانا داشته است، اما کمتر کسی به این امر وقوف داره، چون که محتاج یک تجسس وسیع و جامع است. کلماتی رو، مصطلحاتی رو، تعبیراتی رو، حتی نیم بیت‌هایی رو از مولوی در کلمات خودش، در اشعار خودش حافظ درج کرده است، یعنی سخنشناس بود دیگه، گوهرشناس بود و می‌فهمید. یکیش این که نظر بعضی ها کیمیاگر است، با نگاهشون مصر رو طلا میکنن. کافی است که یک بار چشمتون به چشم اونها بیفته و نگاه اونها در شما دوخته بشود، سراپای شما سوخته میشه، همه ی وجود شما عوض خواهد شد. گفت یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید.
لذا هیچ چشم از او نباید برداشت. همین که غافل بشی ممکنه یک نگاه رو در بازی و وقت همه عمر رو به بازی. تا زنیدان کیمیاهای نظر بر سر مسهای اشخاص بشر. حالا تضرع و خضوع و اظهار ارادت رو ببینید. من غریبم، از بیابان آمدم. ما هممون در این دنیا غریبیم دیگه، این رو از ابتدای دفتر اول خواندیم که ما مسافرانی هستیم، وطن ما جای دیگر است، در سفریم، در منزلگاه هاییم و غریبیم. من غریبم، از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم. این کتاب مثنوی، من بارها خدمتتون گفتم، یکی از تمها، یکی از مفهومهای کلیدیش امیده. خیلی این کتاب آدمی امید میبخشه دائما، و اینکه نیست دستوری در این ره قرع باب جز امید، الله اعلم بالصواب. به ما اجازه قرع باب دادن، یعنی کوفتن در. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه امیدی در کار است. آدمی که ناامیده در نمیکوبه. گفتن در رو بکوبید برای اینکه امید هست که در به روی شما باز بشه. بارها و بارها مولوی در باب امید در این کتاب سخن گفته است. ما که خداوند رو نمیتونیم الزام و اجبار به کاری بکنیم، فقط با یه امیدی به کرم او میتوانیم دعا کنیم، استغفار بکنیم، کار نیک انجام بدیم. همین امید هم تنها سرمایه ماست. اینجا هم از همون استفاده میکنه. بر امید لطف سلطان آمدم. کلمه لطف هم نمیگه بر امید عدل سلطان آمدم، چون که قبلا هم گفته ایم که اونچه که برای مولانا اولویت داره در میان اوصاف الهی عدالت او نیست، بلکه کرم و جود و لطف اوست. نظام این عالم نظام کریمانه است، نظام خلقت نظام کریمانه است. قبلا هم خوندیم که خداوند به دو معنا جواد است، اشاره کردن. یعنی همه اینها توی منطق مولانا خوب جا میگیره. اگر غیر از این گفته بود و این کانسیستنسی پیدا میشد، کاملا یک نواخت و مطابق اون نظام معرفتی خود داره سخن میگه و واژه ها رو گزینش میکنه. من غریبم، از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم. بوی لطف او بیابان ها گرفت، ذره های ریگ هم جان ها گرفت. همه چیز زنده است در این عالم، همه چیز زنده است. ذره های ریگ هم جان دارند، برای اینکه اون خدایی که اینا را آفریده جان دارد، حی است و قیوم است. ما چیز مرده نداریم در عالم، الا اینکه جان ها ذو مراتبند، بعضی ها جاندارترند. اما اینکه چیزی به طور مطلق بی جان باشه، دست کم در نظام معرفتی و عرفانی مولانا وجود ندارد. در دفتر سوم اونجا وقتی که قصه اون اژدهای افسرده رو میگوید که شخص مارگیر آورد و زیر آفتاب عراق انداخت و آفتاب بر این اژدهای یخزده افسرده تابید و یخها آب شد و رفته رفته اژدها جان گرفت و خواست و حمله کرد به مردم. بعد مولانا در اونجا میگوید که این عالم در حکم یک اژدهای افسرده یخ زده است. فکر نکن مرده، فکر نکن. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. بگذار قیامت بشه، آفتاب قیامت بتابه، همین جسم منجمد و افسرده و یخ زده ماده عالم جان خواهد گرفت، جان خواهد گرفت و تو خواهی دید که عجب چهره دیگری از خودش داره نشون میده. منتها اینجاست، عالم افسرده است و نام او جماد، جامد افسرده بود اوستاد. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. و تعبیرات دیگه هم داره، میگه در نسبت با ما مرده اند، در نسبت با دیگران که از یک بعد دیگری به اینها نگاه میکنن زنده اند. مرده زین سویند و زان سو زنده و امثال اینها. در اینجا هم در واقع اینا رو به طریق از طریق مبالغات شعری نمیگه و یعنی معنای تحت لفظی کلمه به این سخنها باور داره که بوی لطف او بیابانها گرفت، ذره های ریگ هم جانها گرفت. تا بدینجا
بحر دینار آمد. چون رسیدم مست دیدار آمد. خب ببینید تمام نکته همین است دیگه، که با یک کمندی آدم رو میکشند، اونهایی رو که باید بکشند، نمیدونه در پس او چه قرار داره. به خیال اینکه اونجا میروم دیناری میگیرم و همین دلخوشم، نمیدانه که این دینار کمند دیدار است و او رو به جایی میرساند که بر دینار و بر کیمیا و بر طلا و بر همه چیز خنده خواهد زد. همه اینها در چشم او خفیف خواهند شد. بعد که این رو میگه، بعد اون وقت مولانا نمونه ها ذکر میکنه که چگونه این کمندها عمل میکنند، چگونه این بهانه های خرد به نتایج بزرگ و کلان منتهی میشوند و چگونه اصلا در این عالم پاره ای از کارها بر این روند و رویه جاری میشوند، بر این روند جاری میشوند. یعنی گاهی چیزی رو به کسی میخوان بدن، از یه طریقی به او میدن که او خودش نمیدونه، او رو تو راهی میندازن که مقصد و منتهاش رو نمیدونه. وقتی که رسید تازه شستش خبردار میشه، تازه بیدار میشه که عجب، پس تمام این بهانه جویی ها، این سرگردانی ها، این سو اون سو رفتن ها برای این بود که من تو این جاده بیفتم. چرا؟ چون این جاده به فلان مقصد منتهی میشد، مقصدی که هزار بار از اون مقاصدی که من در نظر داشتم عالی تر و مهمتر است. مولوی در اینجا نمونه ها، مثال های خیلی زیبایی میاره. بعضیش خب مثال های خیالیه، بعضیش هم مثال های واقعیه. اولیش: بهرنان شخصی سوی نانبا دوید، داد جان چون حسن نانبا را بدید. این یک نمونه که میتواند رخ بدهد، که یه دوستی برای من نقل میکرد که در آلمان رفته بود نون بخره، طبعا نان ایرانی یعنی نان سنگک. میگفت فروشنده این در این مغازه نانوایی خانمی بود، به قدری زیبا بود این خانم که مثلا نون فراموشم شد. من دقیقا همین شعر رو خوندم. گفت: بهرنان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. اصلا نون یادش رفت. گفت گرسنگی من رو تو از میان برمیداری، جمال تو، طلعت زیبای تو، نان چیه؟ این یه مورد. اما مورد بعدی: بحر فرجه شد یکی، تا گلستان فرجه او شد جمال باغبان. این هم یه مورد ممکن و محتمل. فرجه تفرج یعنی گردش، یعنی انبساط خاطر. یه کسی برای فرجه رفت در باغ، اما باز اونجا با یک باغبانی روبرو شد که یک روی داشت به حسد هزار نگار. خب فرجه او شد جمال باغبان. حالا مثال های واقعی: همچو اعرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. قصهش رو در قرآن خوانده ایم دیگه، هم در تورات هست و هم در قرآن، که برادران حسود و غیور یوسف که او رو به چاه انداختند. یوسف در چاه بود تا بعد او رو رها کردند و رفتند. بعد کاروانی از اون مسیر عبور میکرد، آب نداشتند، آمدند که از این چاه آب بردارند، دلو رو در چاه انداختند. یوسف در دلو نشست و اومد بیرون. یک مرتبه این گفت: یا هازا. گفت: عجب غلام، یعنی چه پسر زیبارویی. مولانا این رو میگه، میگه که اون دنبال آب رفت، آب حیوان پیدا کرد. حالا اینجا کاش مولانا خود قصه یوسف رو میگفت، اصلا خود یوسف که به چاه افتاد، به قول حافظ عزیز مصر، به رغم برادران غیور، ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید. در هم قرآن هست در سوره یوسف که وقتی او رو به چاه انداختن، ما به یوسف الهام کردیم، وحی کردیم و به او گفتیم که ناراحت نباش، روزی میرسد که تو به برادران خودت خواهی گفت که یادتون هست اون روز منو به چاه انداختید. یعنی به او گفتیم به زبان اجمال یا تفصیل که چی؟ که تو از این مهلکه نجات پیدا خواهی کرد، به مقام بلندی خواهی رسید، این برادرانی که با تو بد کردن به درگاه تو، به پابوس تو خواهند آمد و اونگاه تو به اونها خواهی گفت که یا
یادتون هست که با برادرتون چه کردید و این دقیقا هم اتفاق افتاد، چنان که در داستان یوسف است. بنابراین خود قصه یوسف، خود این که گاهی پایین رفتن مقدمه بالا رفتنه، به قعر چاه رفتن مقدمه به اوج ماه رسیدنه، خود این یک نکته است. دیگری همین که مولانا میگوید که اعرابی که آب از چه کشید، میخواست آب بکشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. گفت یوسفی جستم لطیف و سیمتن، یوسفستانی بدیدم در تو من. گاهی دنبال یوسف میره، یوسفستان پیدا میکنه. از تعبیرات عجیب و نادر مولانایی است که کسی رو یوسفستان، یعنی صد یوسف در توست، هزار یوسف در توست. همچو اعرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. قصه دیگه، نمونه دیگه، رفت موسی کآتش آرد او به دست، آتشی دید او که از آتش برست. باز قصه موسی رو همه میدانیم، در تورات هم هست، در قرآن هم هست که پس از 10 سال که نزد پدر همسرش بود، با همسرش به نام صفورا از مدین به سوی مصر حرکت کردن. شب بود و تاریک بود و سرد بود و نمیدانستن چه کار بکنن و همسر موسی هم حامله بود. به هر حال موسی یک مرتبه در اون دور دست دید که آتشی هست، به خانمش گفت که اینجا باش، من برم قدری آتش بیاورم. در قرآن هست که برم چیز من آتیکم به قبس، قبس یعنی یک شعله آتش، اصلا کلمه اقتباس یعنی از آتش شعله گرفتن. اون تا دیگه ما تعمیم دادیم، هر گونه وام گرفتن رو اقتباس میگیم، ولی خود قبس به معنای آتیکم به قبس لعلکم تستلون، برم قدر آتش بیارم که شما رو گرم کنم. خب قول مولانا، آتشی دید اون که از آتش برست، رفت به مقام نبوت رسید. به قول مولانا در جای دیگه میگه چون عنایت ها بر او موفور بود، نار میپنداش وان خود نور بود. او دنبال نار رفت اما به نور رسید. این کدوم نور بود؟ همون نوری که جان او رو روشن کرد، او رو جز مقربان درگاه خدا کرد. خدا با او سخن گفت، سخن گفت، کاری که شاید با هیچ پیامبر دیگری نکرد خداوند. تنها کسی که مستقیما خدا با او سخن گفت موسی بود، بقیه در رؤیا. و کلم الله موسی تکلیما. حالا او چگونگی رو ما نمیدونیم حقیقت. و این دیدار، دیدار عجیبی بود دیگه، دیدار دورانساز و تاریخسازی بود. اون ناری که نور شد و اون چوپانی که موسی شد و فرعون کوب شد. این داستان، داستان غریبی است، هزار نکته در خود، هزار سمبل در خودش داره. و این که وقتی که موسی گفت خدایا مگر من به مردم بگم که چنین پیامی یافتم، بگویم پیام دهنده که بود، اسم تو چیست، خودت رو معرفی کن، خدا میدونی چی گفت؟ گفت من آنم که آنم، من هستم همین. و این عجب سخن بلندی است، عجب سخن بلندی است، یعنی بالاترین سخنی است که در فلسفه میتوان نسبت به خداوند که خدا وجود مطلق است. هرچه که ما به منزله صفات الهی برمیشماریم، اینا دیگه درکی است که ما از خداوند پیدا کرده ایم، ولی خدا فقط وجود است، تمام شد. من آنم که آنم، I am who I am. آتشی دید او که از آتش برست، جست عیسی تا رهد از دشمنان، بردشان جستن به چارم آسمان. خب اینجا مولانا قصه را موافق اندیشه اسلامی گفته است، نه اندیشه مسیحی. در اندیشه مسیحی اولا عیسی نجست، یعنی قصد فرار نداشت، بلکه اونچنان که در انجیل هست عیسی تا دم صبح با خداوند مناجات میکرد که خدایا این تقدیر رو از من بگردان. و بعد دانست که این تقدیر گردیدنی نیست، یعنی تقدیر حتمی است، و این بردار رفتن و اون مصیبت ها رو تحمل کردن در نامه سرنوشت او آمده است و باید قبول کند و تحمل کند که بعد از دوستانش برگشت، همون حواریون 12 گانه،
و آنها هم یکیشون یهودا اسخریوتی باشه عیسی رو لو داد. برای اینکه شب بود، هنوز هوا تاریک بود، اما مأموران حکومت آمدند، عیسی رو نمی شناختند و یهودا با اونها قرار گذاشته بود به دلیل پولی که گرفته بود که من هر کسی رو که بوسیدم بدانید که او عیسی است. و کلمه بوسه مرگ از اینجا متولد شد. اون بوسه مرگ بود در واقع که او بر جبین عیسی بوسه زد و مأموران هم عیسی را همونجا دستگیر کردند که به فاصله کمی هم به دار آویخته شدن او منتهی شد. اما مطابق داستان‌های اسلامی البته اینطور نیست. عیسی گریخت و پنهان شد و به هر حال اونها دست به اون نیافتند هر چه که بود و عیسی مستقیما نه از روی دار مستقیما به آسمان چهارم رفت. حالا اینکه رفت نرفت اینا دیگه مسائلی است. من در مسائل در بحث‌های انجیل و تورات این رو انجیل و قرآن عرض کردم براتون که قرآن این رو خیلی مجمل نهاده است و اونچنان که باید بس نداده. میگه ما قتلو و ما سلبو ولکن شبه لهم بل رفعه الله الیه. یهودیان او رو دار نزدند، او رو نکشتند، بلکه امر بر اونها مشتبه شد. ولی داستان این بود که خداوند رفعه الله الیه، او رو رفعت داد، برد به سوی خود. این رفعت داد معمولا چنین تفسیر شده است که همین برخاست و همینطوری فیزیکلی به اصطلاح بدن او مثل یه موشکی چیزی که به آسمان می رفت بالا و رفت به آسمان چهار. ولی بعضی هم گفتن این احتمال هم داره چون رفعه در قرآن به معنای مرگ هم هست، یعنی جان او رو گرفت، مرد به مرگ طبیعی مرد و روح او به آسمان رفت نه جسم او به آسمان. علی حال اینجا مولانا که میگوید که جست عیسی تا رهد از دشمنان، بردشان جستن چهارم آسمان، موافق داستان‌هایی است که در ادبیات اسلامی آمده. باری خلاصه یه جستن، یک فرار کردن، نه اینکه بره و در یه گوشه پنهان بمونه تا بعداً او رو بگیرن و دوباره بکشن، بلکه چی؟ بلکه اصلا منتهی شد به اینکه به آسمان چهارم برود، همونجا که خورشید هست. یا دام آدم خوشه گندم شده تا وجودش خوشه مردم شده. ببینید اینجا هم این حالا نکته ایست دیگه. ما قبلا هم در باب قصه آدم کم سخن نگفته ایم، مولانا هم کم سخن نگفته. یکی دیگرش این است که بهانه بود، گندم بهانه بود تا آدم از این گندم بخوره و چی؟ و از بهشت بیرون بیاد. این طراحی خداوند بود، نمیخواست آدم تا آخر تو بهشت بمانه. قصد این نبود، آدم که فرشته نبود، باید میمد روی زمین و خوشه مردم میشد. یعنی چی؟ یعنی زاینده آدمیان میشد و از خوشه وجود او یا از خرمن وجود او این خوشه ها بیرون می آمدن. نزای گندمی رو در مقابل اونهاد که رهزنی کرد، شیطانی هم بود و مفتون درخت گندم شد. حالا اگر اون درخت گندم بوده مطابق یکی از روایات و آدم خود، لذا اینم یک بهانه بود، یه مقدمه بود که آدم نمی دونست چرا داره جذب درخت گندم میشه، چرا داره این معصیت رو میکنه. این همون به تعبیر مولانا چی بود؟ معصیت خجسته. بس خجسته معصیت کن کرد مرد، نز خاری بردمد اوراق ورد. میگه همونطور که از خار برگ گل برمیخیزه و میروید، گاهی از بعضی از معاصی چه برکت ها بیرون میاد. معصیت های خجسته نام او رو میگذاره. خب همه ما میدونیم، بارها من خدمت شما گفتم، اینی که بنده و شما اکنون اینجا روی کل زمین هستیم و در این قطعه از تاریخ بشریت قرار داریم که پیش از ما نسل ها و نسل ها زندگی کردن، پس از ما هم همینطور، این محصول چیه؟ محصول دو تا گناهه. یکی گناهی که شیطان کرد با آدم سجده نکرد، یکی گناهی که آدم کرد و از اون میوه ممنوعه خورد. اگر این گناه ها نبود ما در اینجا نبودیم، ولی این گناه ها واقع شد. حالا مولانا داره میگه که اصلا اینا بهانه های خدا بود که اینا گناه بکنند تا ما به روی زمین بیاییم. باز هم یک معنای دیگری از همون تئاتر که می گفتیم، یعنی طراحی. کلمه تئاتر ممکنه قدری منفی باشه، یه طراحی بود که صورت گناه به خود گرفت.
شیطانم گناه کرد برای اینکه بیاد من و شما رو بفریبه. چرا بفریبه؟ برای اینکه اختیار معنا پیدا بکنه. اختیار، چون وقتی که آدمی در تجاذب قوا قرار میگیره، یعنی یک نیرو از این سو میکشه یه نیرو از اون سو میکشه، اینجاست که آدمی میتونه قوت خودش، قدرت خودش و اختیار خودش رو نشان بده. و الا ما فرشته میشدیم. فرشتگان شیطان ندارن، ما شیطان داریم و از این بابت باید شاکر باشیم و منتها باید ضمناً هم هوشیار هم باشیم، چون که شیطان اختیار ما رو زنده میکنه، به عمل میآورد و ما رو وادار میکنه که از اختیارمون استفاده بکنیم، قدرتمون رو به خرج بدیم تا اون چیزایی رو که هوس میکنیم و نامشروع و ناصواب است از اونها بگریزیم. این چنین است و شیطان هم بیش از این بر ما تسلط نداره، همطور که در قرآن هست، برخلاف اون چه که شاید در انجیل یا تورات آمده. شیطان حد اکثر یه بانگی میزنه. در قرآن هست که روز قیامت شیطان به گناهکاران میگه که من رو ملامت نکنید، فلا تلومونی و لومو انفسکم، من رو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت بکنید. چرا؟ من شما رو صدا زدم، من به اصطلاح چی در تعبیر قرآنی هست که مصرخ کن، من شما ها رو صدایی زدم، بشته دعوتی کردم و خودتون پذیرفتین طرف من اومدین. من زوری بر سر شما نداشتم، من الزام نکردم شما رو، یک دعوتی بانگی زدم. به قول مولانا، در جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. اون یکی بانگ نشور انبیا و دیگر بانگ نفیر اشقیا. خب دو بانگ میاد، نه اینکه نه پیغمبران کسی رو تحمیل و اجبار کردن، نه شیطان کسی رو اجبار کردن. ما این میان نیستیم و حالا باید ما قدرت خودمون رو و حسن انتخاب خودمون رو نشان بدیم. دام آدم خوشه گندم شده. خوشه گندم دام آدم شد تا چی؟ تا وجودش خوشه مردم شده، تا بیاد و ابوالبشر بشه و خوشه های مردم، یعنی آدمیت، آدمیان از خرمن وجود او سر برزنن، یعنی تاریخ بشریت روان شد. باز آید سوی دام از بحر خر، ساعد شاه یا بد و اقبال و فر. باز این عقاب اینجا باز میاد برای خوردن، میاد به دام نزدیک میشه، ولی پادشاه او رو شکار میکنه. بعد جایگاه او ساعد شاه، یعنی بازوی شاه میشود. خب طفل شد مکتب سوی کسب هنر، بر امید مرغ با لطف پدر. پس مکتب اون یکی صدری شده، ماهگانه داده و بدری شده. کودکان رو میفریفتند دیگه، مرغ میدیم. در گذشته این چنین بود، ظاهرا مرغ هایی که ساختگی بود، عروسک ها، چیزهای دیگری، و بعدش هم خوردنی ها. در جای دیگه مولوی میگه که تو برو کتاب، یعنی مکتب، تا مرغت خرم یا مویز و جوز و کشمش آورم. این قاقالیلی ها که تو جیب بچه ها میریختن برین مدرسه، به بهانه این که از مامانشون، از پدرشون مرغی بگیرن، کشمش و مویز و غیره بگیرن، راهی مکتب میشدن. ولی همین باعث میشد اینا بعضیشون دانشمند بشن، هنرمند بشن. بر امید مرغ با لطف پدر، پس مکتب اون یکی صدری شده، یعنی صدر العلماء، صدر نشین شده. ماهگانه، ماهگانه یعنی شهریه دیگه. مال تو فارسی عجیب است که عربیش رو به کار میبریم، شهر و عربی یعنی ماه دیگه، شهریه یعنی ماهانه، ماهگانه. و حالا به غلط ما سالانه رو هم شهریه میگیم. این شهریه دانشگاه شما چقدره؟ تویشن فی، یعنی سالی چقدر؟ این 100% غلطه، چون شهریه یعنی ماهگانه، اونجا باید بگیم سالگانه. یک کلمه که حالا لابد فرهنگستان باید درست کنه، شاید هم درست کرده، بنده خبر ندارم، ولی هر چه که هست شهریه کلمه 100% نادرستی است. ماهگانه داده و بدری شده. اینجا مولوی از این دو کلمه حسن استفاده کرده که بدر هم یعنی ماه دیگه، ماه در شب 14. میگه ماهگانه داده، پول ماهانه داده، حالا شده ماه، ماه شب 14، یعنی نامدار شده، یعنی درخشندگی پیدا کرده، یعنی شهرتی یافته.
نمونه بعدی، آمده عباس حرب از بحر کین، به وقت آمده عباس حرب از بحر کین، بحر غم احمد و استیز دین، گشته دین را تا قیامت پشت و رو در خلافت او و فرزندان او. عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر بود چنان که میدانید. خب ایشون ابتدا که اسلام نیاورد در جنگ بدر اسیر شد و خودش رو باز خرید کرد و ظاهرا مدت کمی پس از او هم مسلمان شد و منتها گویا که مشرکین خبر از اسلام او نداشتند، بنابراین جزو مخبرین پیامبر بود، یعنی اخبار مشرکین رو به پیامبر میرساند. یعنی خب وقتی که کسی هست و رهبر یک جنبشی است و در صدر یک امتی قرار گرفته و دشمنان بسیار داره و قراره که جنگ‌های بسیاری رخ بده، قطعاً از این جواسیس و مخبرین لازم داشت. یکی از اونها جناب عباس ابن عبدالمطلب بود. حالا ببینید مولوی این رو میگه، میگه ببین چه آدم خوشبخت خوش عاقبتی بود، اومد به جنگ پیغمبر، آمد به جنگ پیغمبر، نه تنها کشته نشد بلکه مسلمان شد. اومده بود برای غم احمد، غم یعنی فروکوفتن، برای سرکوفتن احمد و برای ستیزه با دین، ولی چه اتفاق افتاد؟ گشته دین را تا قیامت پشت رو در خلافت او و فرزندان او. تمام این سلسله عباسیان، سلسله خلافت عباسی، فرزندان همین عباس ابن عبدالمطلب بودن. حالا جالب اینه مولوی کی داره این شعر رو میگه؟ ببینید قبلا هم فکر میکنم در ابتدا تو مقدمه یه بحث از دفتر اول براتون گفته بودم که مولانا تقریبا 15 سال قبل از وفاتش سرودن مثنوی رو آغاز کرد به خواهش صلاح الدین زرکوب و بعدم که صلاح الدین از دنیا رفت حسام الدین و ادامه یافت. تقریبا هر دفتری رو در مدت 2 سال می سرود. بین سرودن دفتر اول و آغاز دفتر دوم هم 2 سال تعطیلی و تأخیر رخ داد که اسباب گوناگون داشت. پس ببینید 6 دفتر 12 سال و 1-2 سال همینجا افزوده میشه 14 سال. مولانا به سال 672 از دنیا رفته، 14 سال رو از او کم کنید میشه 658، 15 سال کم کنید 657. در اون حدود مولوی در این حدود سالیانی است که داره این ابیات رو میگه. در این وقت خلافت عباسی منقرض شده است، برای اینکه هولاکو خان در سال 656 هجری قمری به بغداد لشکرکشی کرد و خواجه نصیر طوسی هم در رکاب بود و اونجا رو برانداخت دیگه. همون که سعدی گفت در اون مدت که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود، سعدی داشت تو شیراز خوشی میکرد، اما اون در بغداد چه اتفاق افتاد؟ انقراض و انهدام خلافت عباسیان. البته بعدن شاید تا اون موقع خبرش به سعدی نرسیده بود، بعدن اون قصیده بلند عربی رو گفت که حبست و به جفتیل مدام علا تجری، فلما تقل ما استطال علا سکری، نسیم و سبا بغداد بعد خرابها، تمنیت لو کانت تمر علا قبری. میگه چشمهام رو هرچه نگه داشتم نشد، اشکها فرو ریخت، این سیل بر صد غلبه کرد. بعد میگه ای کاش نسیم سبای بغداد بر قبر من عبور میکرد. و توضیح میدهد که چه اتفاقاتی افتاد در بغداد و چگونه خاندان پیامبر، یعنی همون خاندان خلیفه عباسی، به اسارت رفتن، چه جانها که برباد رفت. خیلی بعد میگه وقفت و به عبادان انظر و دجلتن که مثل دم قان یسیل و الال بحری. میگه من در کنار آب در آبادان کنار دجله ایستاده بودم و میدیدم که رودی از خون جاریست به سوی دریا. وقفت و به عبادان، این آبادان، اصلا آبادان غلط هست، این عبادان درسته. وقتی که عبادان رو فرنگی ها نوشتن آبادان، بعد از فرنگ اومد به ایران، مام کردیمش آبادان. بلا تو تمام ادبیات فارسی گذشته، عربی که ایچه، همه جا کلمه عبادانه. فقط در دوره جدید و پس از این ماجرای نفت و غیره است که این کلمه شده آبادان. وقفت به عبادان انظر و دجلتن که مثل دم قان یسیل و الالبحری.
وفي الخبر المروي دين محمد يعود غريبا مثل مبتدأ الأمر أغرب من هذا يعود كما بدا بسد ديار السلم في بلد الكفر. میگه ما در روایات داریم که دین پیامبر وقتی که اوج گرفت بعد از اوج فرو میفته. میگه من الان حضیض دیانت اسلام رو دارم میبینم، مغولان حمله کردند و همه چیز لگدمال شده است. خیلی مرثیه بلندی به زبان عربی بلیغی سعدی سروده است. خب مولانا این شعرها رو در سال 657-658 میگه. دو سال از چی گذشته؟ از انقراض و انهدام خلفای عباسی و خلافت عباسی. اما نکته این هستش که بلافاصله شاید یک سال بعد، تقریبا بعد از اون فروکوفتن بغداد و افتادنش به دست هلاکوخان و مغولان، یک خلافت عباسی دیگری در مصر به دست ملک ظاهر قائم شد، پدید آمد. و این خلافت عباسی البته چند سالی طول نکشید، یک چیز اسمی بود و به هر حال باسمه‌ای به قول ما، و خیلی زود فرو ریخت و سلطان سلیم عثمانی که حمله کرد اصلا اون بساط برچیده شد. مولوی که در اینجا ببینید ظاهرا وقتی است که خبر برای اومده که تو مصر این برقراره، چون میگه که عباس که آمد به جنگ پیامبر خودش مسلمان شد و بعد اتفاقی که افتاد گشته دین را تا قیامت پشت و رو در خلافت او و فرزندان او. عباس و فرزندانش تا قیامت پشتیبان دین هست. خب اگر مولوی خبر داشته از قصه انهدام خلافت عباسی در 656 پس لابد چشمش به این خلافت عباسی مصر بوده، شاید هم مثلا خبر نداشته، ولی خیلی بعید به نظر میاد که از ماجرای بغداد و هجوم هلاکو خبر نداشته باشه، باری چنین تصوری داشته. خب این نمونه ها رو مولانا برای ما ذکر کرد که چگونه در یه روایتی هست که کن لما لا ترجو ارجال ما ترجو، به اون چیزی که امید نداری اتفاقا بیشتر امید داشته باش تا به چیزی که به امید داری، یعنی به مقدمات ناشناخته امیدوارتر باش گاه تا به مقدمات شناخته. من بارها این رو خدمت شما گفتم که مولوی اصلا اوت آف باکس فکر میکرد. یعنی میگفت این عادت مألوف رو کنار بگذارید. ما عادت کردیم که فلان جا راهش اینه، از اینجا به اونجا میشه رسید. کمتر فکر میکنیم که شاید یه راه دیگه هم وجود داشته باشه که به عقل ما نمیرسه. بیشتر عقل ما رو عادات ما تشکیل میده، عادات ما تشکیل میده. حالا این عادات رو شما به لحاظ علمی نامشو بذارید استقرا، اندکشن. استقرا و علمی در واقع چیزی جز عادات نیست. یعنی ما میبینیم که یه چیزی 10 دفعه رخ میده، 50-70-100 بعد از روش قانون میسازیم دیگه. عاداتی هم که در زندگی با چیزایی که برخورد میکنیم چند دفعه برای ما رخ میده، حالت قانون یا قاعده میگیره به خودش. مولوی همیشه میخواد به ما بگوید که میتونید از این محبس تنگ بیرون بیاید. به خودتون اجازه بدید، جرأت بدید که مسیرهای دیگری رو برای حوادث تصور کنید. اشکالی نداره. یکیش همینه که گاهی مقدمات خرد و ناشناخته میتواند شما رو به جاهایی برساند که خیالشم نمی کردید. کن لما لا ترجو، به چیزی که امید نداری امیدوارتر باش تا به چیزی که امید داری. نظام عالم اینه، یعنی نه همه نظام عالم، ولی در عالم این چنین چیزهایی رخ میده. یوسفی به چاه میفته ولی بعد از چاه، از قعر چاه به اوج ماه میرسه. یا کسی به جنگ پیامبر میاد، بعد چی میشه؟ پشتیبان اون پیامبر و پشتیبان 7 قرنه خلافت پس از پیامبر می شود. این اتفاقات افتاده دیگه در تاریخ، نگاه کنید میشه چنین چیزهایی. لذا هیچ خردی رو خرد نشمارید، هیچ انسانی رو هم خرد نشمارید، هیچ عملی رو هم خرد نشمارید، چه عمل بد و چه عمل نیک. خب باز می رسیم به سخن جناب اعرابی که من بر این در طالب چیز آمدم، تا
طالب چیزی صدر گشتم چون به دهلیز آمدم. دهلیز هم دالان، وارد دالون، ولی بعد تعارف کردم خب بفرمایید بالا صدر بنشین. نان آب آوردم به تحفه بهر نان، بوی نانم برد تا صدر جنان. نان برون راند آدمی را از بهشت، نان مرا اندر بهشتی در سرشت. اون نان یعنی اون گندم آدم را از بهشت بیرون برد، اما این نان یعنی این طمعی که من در نان کردم، یعنی در پاداش خلیفه، منو به بهشت. اون نان خروج از بهشت، این نان ورود در بهشت. رستم از آب و زنان همچون ملک، بی قرز گردم بر این در چون فلک. بی قرز نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. این دو بیت پایانی توضیحات زیادی میخواد. فرصت ما هم اکنون منقضی شده. قدری دوستان رو بیش از اندازه ما امشب معطل داشتیم. ممنونم از حسن تحمل و از حسن اصغاء شما. امیدوارم شما هم تحفه نانی ببرید و به بهشت، بهشت خودتون برسید. به دنبال نان بدوید، اما جمال نانوا از شما دلربایی بکند. اگر با حقیقتی خدای نکرده می جنگید، اون حقیقت شما رو در کام بکشد و شما رو عاقبت به خیر کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، سلام علیکم خدمت جناب دکتر و همه عزیزان. اول اینکه تبریک میگم خدمت جناب دکتر تولدشون رو و امیدوارم که سالهای سال عمر مفید و پربرکتی که تا حالا داشتن همچنان ادامه داشته باشه و سلامت باشن. از شبت سوال بنده در مورد مشخصا بیتی است که مونده شد: همچو عرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. این که فرمودید که این به نظر میرسه یک نظام زدگونهی در دنیا برقراره و این رو مولانا خیلی جاهای دیگه هم اشاره میکنه، اینکه نور در تاریکیه، اینکه بلندی و رفعت در عبور از پستیه، اینکه همین آب حیوان در چاه هست. این رو جناب دکتر آیا در زمینه امور روحی، روحی انسان، سلوکی هم میتونیم تعمیم بدیم؟ یعنی اینکه مثلا کارل گوستاو یونگ میگه که فرد حتما باید از جهنم عبور کنه تا به اصطلاح بهشت بره، یا مثلا ریشه های درخت به اصطلاح بهشت در جهنم هستن. یک چنین تعبیراتی داریم. بنده از قول یک آقای کشیشی که در مورد تورات و انجیل صحبت میکرد یه نکته بسیار عجیبی رو شنیدم و اون این بود که ایشون میگفتن که یکی از مردان خدا، یکی از یا حواریون مسیح بود یا حواریون مسیح بود، ایشون یک گناهی کرده بود و در یک مکاشفاتی یا احوالاتی فهمید که این گناه در حقیقت به نفعش بوده. اینکه این گناه رو مرتکب شده بوده باعث شده بوده که اون تصور به اصطلاح پاک بودن، تصور بیگناه بودن ازش گرفته بشه و خداوند یه جوری بهش این رو چجوری بگم تحمیل کرده بوده که این گناه رو مرتکب بشه تا ارتکاب این گناه باعث بشه که از اون عجب در بیاد و دیگه خودش رو بیگناه نپنداره. یک چنین احوالات عجیب و غریبی به نظر میرسه که در جهان به اصطلاح روح انسان، معنویت انسان برقرار هست که خداوند یک عواملی رو در کار میکنه که به ظاهر با عقل جور در نمیان، اما این عوامل باعث میشن که انسان یک شیفت روحی پیدا بکنه. آیا سوال بنده مشخصا این هستش که آیا به این تعبیری که عرض کردم، گناهان در یک طرح اینچنینی باعث رشد فرد به لحاظ روحی
میشن، یعنی تاریکی ها باعث گذشتن انسان از یک احوالاتی و رفعت پیدا کردن روحی میشند یا نه؟ اگرچه خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه. متشکرم. خواهش میکنم. نه خودتون گفتید عجیب و غریبم به نظر نمیاد، منم در سخنانم آوردم که مولانا گفت که معصیت های خجسته داریم. و منتها ببینید حافظ در اینجا یه بیت خیلی جامعی داره که شنیدنیست، چون وقتی که میگیم گناه گاهی نقش مثبت داره، ممکنه که کسانی رو به شبهه بیفکنه که خب بس گناه کنیم. حافظ سخنش میگه که در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. خب در اون غزل بلند خیلی خیلی عالی که عرصه شطرنج شاهان را مجال شاهان، این که در طریقت دوباره میخونم، هرچه پیش سالک آید خیر اوست، در طریق مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. این خیلی حرف مهم است. میگه هر چه پیش سالک میاد خیرشه، یعنی گناه بکنه یا نکنه، بیفته یا برخیزه، اما و هزار اما در طریقت، یعنی وقتی کسی سالک طریقی است، راهی رو در پیش گرفته و عزمی کرده و همتی بسته و داره پیش میره، این آدم حتی گناهش هم نهایتاً به نفعش تمام خواهد شد. ولی نه هر کسی، کسی که اصلا سلوکی نمی کنه، کسی که برنامه نداره، کسی که قصد و همتی نداره، هیچی، همینطوری سرسری هرهوری، نه اون گناه به نفعش نیست. حالا ممکنه نادرن هم بشه، سر اون نادرات حرف نمی زنیم، اما اونجایی که میشه به منزله یه قاعده بیان کرد همینیست که حافظ گفت، در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر است، و بعد در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه، یعنی وقتی که پاتو تو صراط مستقیم گذاشتی، آره ممکنه گاهی هم کج بری، نمیدونم افتان و خیزان بری، یه وقتا حتی راه رو گم کنی، ولی نهایتا پیدا میکنی، چون از اول تو صراط مستقیم. ولی از اول اگر گیج و گیجی اصلا راهی انتخاب نکردی، نه گناه معلومیست به نفع تمام بشه. این خیلی نکته مهمیست. اما اون چه که شما نقل کردید از اون کشیش، بله این هست، اتفاقا این روایتی است که در ادبیات و معارف اسلامی نقل شده و اون هستش که اگر شما گناه نکنید به چیزی بدتر از گناه مبتلا خواهید شد و اون عجب است. عیناً این تعبیر در روایات اسلامی آمده، اگر گناه یعنی ببینید یه همچین خیر جنبی، یعنی یک ساید افکت به اصطلاح اینجا وجود داره، نه اینکه ما عمدی بریم گناه کنیم، اما اگر گناهی جاری شد که اونا هممون لغزش پذیریم و میکنیم، این خیر رو داره که دست کم دیگه خودمون رو معصوم نمیدونیم. درست مثل خطاها میمونه، بنده وقتی چند دفعه خطا میکنم، خب حالی میشه که خب پس ما واقعا خطاکاریم دیگه، و توجه داشته باشیم، اینقدر پافشاری نکنیم، تعصب نورزیم روی فکر خودمون و حرف خودمون، این است و جزی نیست. در مسائل روحی هم عیناً همینطوره، یعنی در واقع به یک معنا خداوند سالک رو، کسی که عزم کرده که راهی رو طی کنه، وا نمی نهد، گناهان او رو مثل خاک تبدیل به طلا می کنه، گویی که این دنیا یک کارخونه است، درست شبیه این که مدفوعات و نجاسات وقتی که در خاک میرن تازه تبدیل به کود میشن و غذای گیاهان میشن و گیاهان هم میان بالا و میوه هاشون غذای ما هم میشه. یعنی طبیعت اینجوری عمل میکنه، حتی از این فضولات و از این نجاسات هم نمیگذره، بدل میکنه اینها رو، منتها خاک با اون خاصیتی که داره این کار رو میکنه، این فضولات رو توی سیمان بریزی تا قیامت هیچ سودی از اینا بیرون نمیاد، اما در خاک که میره بله مبدل میشه، استحاله میشه. روح آدمی که اون خصلت کارخانه‌ای رو، یعنی کیمیاگری رو، یعنی مبدلی رو پیدا کرده، بله گناهی هم اگه از او سر بزنه، بعدن این گناه میچرخه و استحاله میشه و آخرش به نفع روح اون سالک در میاد. اما چنان که عرض کردم، شرطش در طریقت بودن است، بیرون از طریقت این حرف و مطرح است. سلام علیکم جناب دکتر، منم به نوبه خود
سال روز تولد شما رو به شما و به ماهایی که سعادت دیدار شما رو داریم تبریک میگم. جناب دکتر، عادتا به سبب زیقی زمان تمام اشتراک کنندگان در این برنامه یک تشکری خلاصه از شما میکنن و سوال خود عرض میکنن و من هم همین کار رو در طول همین یک ماهی که شرف حضور در برنامه شما رو داشتم کردم، ولی امروز به سبب یا به بهانه سال روز تولدتان میخوام یک لحظه از شما رو بگیرم بیشتر از هر روز. فقط یاد کنم که یک ماه قبل زمانی که اتفاقا من دریافتم که میتونم از جناب شما به صورت زنده مستفید شم، من تقریبا باور نکردنی بود و من از اتفاق بیتی از مولانا رو بیاد داشتم که هست انجیر این طرف بیشار و خار تا رسد مرغی کن و قنجیر خار، بیادم اومد. واقعیت لطف میکنه جناب دکتر و از روی کرم چنان انجیر و همگان ارزانی داشتید که کامل یکی مثل منم سعادت شیرین شدن پیدا کرده. زنده باشین، خدا من به شما چون آمده. شما کجا هستید؟ من در نروژ زندگی میکنم. در نروژ؟ خوب بفرمایید جناب دکتر. امروز از دیدار، یا بگیم شاید دیدار نشه، اولین باری که موسی، حضرت موسی با خداوند صحبت کردن یاد کردیم. در اونجا فکر کنم خداوند میگه اینی انا ربک فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوا. در مورد همین خلق نعلین مفسرین چیزهای مختلف گفتن و یکی از جمله متصوفین شاید خلق نعلین رو یک نعل این دنیا و نعل دیگه دنیای اخوا یاد کردن و مولانا در چندین جا نعل معکوس یاد میکنه. لطف میکنه در مورد همین نعل معکوس به ما بیشتر بگیم. زنده باشین جناب دکتر. شب شما. بله، اتفاقا عرفا خیلی راجع به این خلق النعل، حتی یکی از عارفان الان اسمش یادم نمیاد، ابن قسی به نظرم، کتابی داره به نام خلق النعلین. بله، این که خداوند به موسی گفت در اونجا که دو لنگه کفش خودت رو در بیار، نعلها، نعل به عربی یعنی کفش البته، نه نعل که ما در فارسی میگیم که در مورد حیوانات به کار میبریم. خلق النعل گفت کفشاتو درار. خب بیابان بود دیگه، منطقه خداوند گفت که تو در یک جای مقدسی هستی و کفشاتو درار به علامت احترام. منطقه خب عرفا میدان فراخی یافتن در اینجا که بگن نه، این کفشا رو درار، کفشا نبود، اون کفشای شبانی که نبود پای موسی بود چه اهمیتی داشت که دراره یا در نیاره، بلکه همین، یعنی از دنیا و آخرت بگذر یا از شهوت و غضب بگذر یا خلاصه این دوگانه هایی که در وجود آدمی میشناسند و برمیشمارند، گفت اینا رو همه رو پشت سر بگذار و به طور سمبولیک کفشا رو درار، یعنی همه این چیزها رو پشت سر نهادی، برهنه نزد ما بیا. این رو خب حالا اونجا گفتند و میشود به معنای خیلی ساده این که در سرزمین مقدسی هستی با احترام وارد شو و یا همین معانی و تأویلاتی که عارفان کردند گرفت. اما این با اون نعل معکوسی که مولوی میگه کاملا دوتاست. من فکر نمی کنم اون نعل معکوس ارتباطی با این ماجرا داشته باشه. اون نعل معکوس همون ضرب المثل است که ترکمانا تا نشانت گم کنند، تا نشان نعل اسبت گم کنند ترکمانا نعل را وارونه زن. ببینید این یک شیوهی بود، من هم وقتی به اون ابیات رسیدم همین نکته رو توضیح دادم. دیگران هم در باب شعر مولانا همین رو نوشتن، چیزی دیگه هم به نظر من نمیرسه. نعل وارونه زدن یعنی کسی رو فریب دادن، چون شما وقتی که نعل یک مثلا پاهای اسب رو وارونه بزنید، وقتی که اسب از جایی میره، آدم جای پای اسب رو که ببینه فکر میکنه که آمده به اونجا، اگر به اونجا آمده فکر میکنه که از اونجا رفته. اینجوری به اصطلاح ردگم کردن بود که نه، مولوی هم میگه این جهان نعل وارونه است، یعنی خیلی جهان ردگم میکنه. از قضا همین ابیاتی که امروز خوندیم شاید یه جور نعل وارونه است، یعنی ردگم میکنه، این چاه شما میشه اوج ماه، گناه شما یه وقتا تبدیل میشه به ثواب، تبدیل میشه به افتخارات بعدی شما و غیره.
این رو مولوی نعل وارونه و اون سیاق کلام مولوی هم همین رو میگه، نعل وارون است و یا لعب با معکوس است و فرزین بند سخت، حیله کم کن کار اقبال است و وقت نعل ها باژگونه در جهان، نعل بینی باژگونه در جهان، تخت بندان را لقب داده شهان. میگه آدمایی که تخت بند رفتن روی مش تخته نشستن، پادشاه ها که روی تخت می نشستن، میگه اینا تخت بندن، این نعل وارونه در این عالم به ما میگه اینا شاهن، ولی به چشم واقع بینی اگر نظر کنی یه مش آدمایی که با یه مش چوب و تخته سر و کار دارن و خودشونو گول میزنن که ما سلطانیم و پادشاهیم و قدر قدرتیم و غیره. جاهایی هم که مولوی این بحث لعب معکوس یا نعل وارونه به کار میبره همه دلالت بر همین معنا دارن. من هیچ وقت به ذهنم خطور نکرده که با اون قصه خلق النعلین موسی نا ارتباطی داشته باشن. سلام آقای دکتر. سلام. منم به نوبه خودم تولدتون رو به شما که سبب افزایش آگاهی و در نتیجه جان انسان ها میشید به هممون تبریک میگم. انشالله که همیشه شاد و موفق باشید. خانم شما خودتون از مثنوی شناسانید. بنده ممنونم از اینکه در این درس شرکت کردید. متشکرم. خوشنود هستم. بله. یار دارید استاد. من توی مدت قرنطینه مخصوصا توی 2-3 ماهش که خیلی لاکداون شدیدی بود، اگر به غیر از گوش دادن به درس های شما بود، در بعضی از روزها واقعا به من سخت میگذشت و خیلی ازتون ممنون هستم. انشالله که بر منور باشید خانم. بله متشکرم. بفرمایید. بله خیلی خوشحالم. من یه سوالی که از شما دارم اینه که در ابتدای جلسه و اواسط جلسه درباره امید صحبت کردید. من سوالم اینه که خب امید رو انسان معمولا در یک موضوع خاص داره، یعنی آدمی وقتی که به خدا امید داره برای اینه که یه موضوع خاصی رو ازش رفع رجوع بکنه، یک حاجت خاصی ازش برآورده بشه. تا کجا انسان میتونه امیدش رو ادامه بده در همون موضوع خاص؟ آیا به یک جایی انسان باید برسه که قطع امید کنه و تهی بشه، اونطوری که مولانا توی اون بیتی که میگه چون تهی شد یاد حق آغاز کرد، یارب و یارب اجرنی ساز کرد، یا اینکه نه، یا اینکه این امید رو باید انسان ادامه بده ولی شاید از اون موضوع خاص صرف نظر بکنه؟ چطوری باید باشه این؟ والا هر دو جورش میتونه باشه. ببینید به طور کلی این است، انسان باید موجود امیدوار باشه نه ناامید، همطوری که آدمی باید موجود شاکری باشه نه شاکی. این امید رو نباید کنار گذاشت. یعنی از نظر مولانا امید تو این عالم جواب میده، یعنی نتیجه میده. قطع امید نباید کرد. به قول باز مولوی این در رو باید دائما کوبید. این در گفت پیغمبر که گر کوبی دری عاقبت زان سر برون آید، زان در برون آید سری. بالاخره یک کسی این در رو باز میکنه، دیر یا زود. اون بیتی که خوندم که نیست دستوری در این ره، اون قبلش این ابیات دیگه، تاجر ترسنده طبع شیشه جان، در طلب نسود بیند نه زیان، بل زیان بیند که محروم است و خار، نور او نوشد که باشد شعله خار. نیست دستوری در این ره قرع باب، جز امید الله اعلم به سبب. میگه تاجری که میترسه و امیدوارانه پا به حلقه بیزنس نمیگذاره، هی این پا و اون پا میکنه، جرأت نشون نمیده و امید نمیبنده، این در طلب نه سود بیند نه زیان. بعد میگه بل زیان بیند که محروم است. این آدم نه اینکه نه سود ببینه نه زیان، زیان میکنه به دلیل اینکه ناامیده و ترس و لرز در جانشه. بعد و همون بیت رو میگه، میگه این دنیا به ما گفتن در رو بکوبید 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 و ناامید نشید، برای اینکه امید توی این جهان جواب میده. حالا ممکنه البته، یعنی یه وقتی توی یه موقع خاصی این چنین نشود، ولی معناش نیستش که ما به طور کامل قطع امید بکنیم. نظام جهان چنین است که امید آدمی رو پاسخ خواهد داد، یا به تعبیر دیگه خداوند ما
منتها امید رو به چی باید بست؟ یعنی ببینید مطلب اینه، شاید هم شما منظورتون این باشه، امید رو بالاخره به جایی باید بست که شایسته یا امیدواری باشه. به هر چی شما مثلا امید ببندید به یه آدمی که هیچ سوادی نداره که به شما چیزی یاد بده، خب این امید باطلی است. یعنی به قول مولوی سعی باطل، رنج ضایع، پای ریش، خب آدم به جایی نمیرسه. این که به چه موضعی باید امید بست اون خیلی مهمه. و خود مولوی هم در جاهای دیگه میگه که برای اینکه بعضی ها به قبله ای رو کردن که قبله واقعی نیست وقت شکست میخورن، یعنی ولو اینم که برسن به مقصد خواهند دید که به اصطلاح اونجایی نبوده که اینا باید به امید میبستن. دارم سعی میکنم که اون بیت رو به یاد بیاورن که ها، قبله جان را چو پنهان کرده ان، هر کسی رو قبله ای سو کرده ان، یا بر قبله ای رو کرده ان. میگه قبله جان رو پنهان کردن، دنبال قبله جان نرفتن و قبله های متفرق این سو و اون سو نظر میکنند و امید میبندن، وقت در اون صورت نتیجه هم نمیگیرن. این امید یکی از اضلاع کثیر الاضلاع عشقه. عاشقی آدمی رو امیدوار میکنه، اما عاشقی به شرط اینکه به معشوق راستین باشه. به هر چیزی اگه آدم عشق ببنده معلوم نیست که هیچ نتیجه داشته باشه، و امید که همراه عشقه. لذا این دوتا با هم میاد در یه پکیج با هم دیگه میان، هم معشوق راستین رو باید پیدا کرد که قبلگاه راستینه و امید رو به اونجا میتوان بست. بعد میدونید این امید شما رو گرم نگه میداره، این همون اصل تکاپوه، همون قصه ای که خب خونده ایم دیگه توی ادبیات دبستانی دبیرستانی، که یه پدری وصیت کرد به بچه هاش، گفت من در فلان نقطه زیر خاک گنجی برای شما گذاشتم. بعد که پدر از دنیا رفت، رفتن هرچی اونجا رو کاویدن گنجی پیدا نکردن، در اثر این کاویدن اونا خاک حاصل خیز شد، شخ زده شد و رشد کرد. گفت این امید به یافتن گنج، گنج رو در اختیار شما گذاشت. چنین چیزی است. بله. خیلی ممنون. متشکرم. سلام جناب دکتر. من هم مثل دوستان سالگرد تولد شما رو تبریک میگم. واقعا این سعادتیه که ما تو زمانه زندگی میکنیم که بتونیم از حضور شما بهره ببریم. همینطور ممنون از آقای پانویس که این رو یادآوری کرد. من سوالی داشتم در مورد، بیشتر فارغ از جنبه عرفانی، در مورد مولانای تاریخی سوال داشتم. شما اشاره کردید به همزمانی مولانا و شروع و شکوه مغولان، و اینکه بالاخره مولانا زندگیش به شدت تحت تاثیر این داستان، چه مهاجرت چه دوری از اون وطنش، تحت تاثیر این اتفاق بوده. غیر از یه جایی در فیه مافیه که اشاره میکنه که این قوم اخلاق مداری نیستن و میگه دلیل نصرتشون اینه که در حق اینها ظلمی شد و چنگیز روزه ای گرفت و بعد خدا بهش گفت بیرون آی که هر جا که روی منصور باشی. به غیر از این به نظر میاد اشاره مستقیم مولانا نکرده به این داستان اونقدر. من خواستم ببینم این تجربه به نظر شما یا رد نظریات مولانا، نگاه مولانا نسبت به دنیا، این جنبه در فکرش آیا تأثیری داشته، یا اینکه مولانا، یا اینکه خیلی مشخص است و مولانا مثل یک ماهی در تاریخ، در دریای تاریخی خودش زندگی کرده، یا نه اینکه مولانا فراتر از این مسائل تاریخی بوده و خیلی تاثیر نگرفته ازش. خیلی متشکرم. فراتر از مسائل تاریخی که نبوده، انسان بوده مثل بقیه، و اونم در همین دریا شنا می‌کرده که همه شنا می‌کردن. البته خب احوال و مسائل متفاوتی داشته. این همیشه محل سواله. بله، خب میدونید که مولوی و پدرش قبل از اینکه مغولان به ایران حمله کنن، یعنی در سال 612 وقتی که مولوی 8 ساله بود، از ایران بیرون آمدن دیگه، و اون داستان مشهور که در نیشابور شیخ عطار رو دیدن و غیره، و به هر حال آمدن بیرون. در سال 616 مغولان به ایران حمله کردن، 4 سال بعد از کوچش. البته همه هجوم مغولان در ایران پیچیده بود، برای اینکه خب نمایندگانشون فرستاده بودند و دو بار فرستادند و هر دو بار
یکی از این حاکمان احمق به نام ینالجق اونجا اینها رو کشت و حالا البته میشه فقط گفت سببش این بود، ولی این هم از بهانه های اصلی بود که اونا هجوم آوردن. مولانا دیگه دور بود از این ماجرا، رفت و بالاخره نهایتا هم که در قونیه بار انداخت و اونجا مسکن گزید و تا آخر عمر. کسانی که از پیش مغولان میگریختند، بعضی نام هاشون هم هست، خب اینا به قونیه یعنی کلن در اونجا که سرزمینی بود که هم مسلمان بودن هم گویا فارسی زبان هم در اونجا بود، محل امنی بود، سلطانی بود که حالا موقتاً از آسیب مغولان در امان مونده بود، هر حال خیلی ها به اونجا رو آوردن. احتمالاً پاری از اخبار مربوط به مغولان هم به گوش مولانا میرسیده است، اما اینکه میزان و وسعت تخریبی که اینها کردن، ویرانی و کشتاری که انجام دادن، آیا مولانا از اینها با خبر بوده نبوده ما نمیدانیم. و همین دلیل هم که شما اشاره کردید کمتر در سخنان مولوی اشاره به این مطلب هست، در مثنوی که میتوان گفت تقریبا هیچ نیست، در دیوان شمس یک دو جا از قوم تاتار نقل کرده که همینها باشن. خب تاتار یکی از قبائل مغول بود، اما ایرانی ها اینا رو همه رو به نام تاتار میخوندن، یاد کرده از قول تاتار. یک جا هم البته در مثنوی که هست که مغولان رفته بودن یه جایی رو غارت میکردن، منزلی رو بگیرند، یا یکی دو نفر دو نفر پولدار رو گرفته بودن، یکیشون رو میخواستن بکشن و این گفت چرا من رو میخواد بکشین؟ گفتن برای اینکه دیگری عبرت بگیره و همه پولا رو رو کنه. گفت خب او رو بکشید تا من عبرت بگیرم. یه چنین قصه هایی هم از قساوت مغولان و از شیوه کار اونها بیان میکنه، یا در جایی که میگن به هر جا میرسیدن از طریق غارتگری هر چی پیدا میکردن توی انبارهای خودشون میکردن چی هست، هم خرد و درشت و چیزهایی با ارزش و بی ارزش، همه رو میبرنشتن میبردن از شتابی که داشتن که نبادا کسی دیگری از راه برسه و دست به غارت ببره. ولی مقولی که در ایران افتاده و در کشورها در شهرهای مختلف در اثر هجومی که مغولان آورده بودن، یا مثلا همین انهدام خلافت عباسی، از اینا خبری در آثار مولانا نیست. من هنوز سر این رو حقیقتا پیدا نکردم. البته سخنان افراطی از یک سو گفتن، یک مولوی شناسی رو من در ترکیه دیدم به نام آقای بایرام سالها پیش، خیلی سال پیش، این خیلی مجدانه و مصرانه میگفت شمس تبریز و مولانا جاسوس های مغول ها بودن و برای خودشون هم یه دلائلی چیزی جور کرده بود که من الان دلائلش رو به یاد ندارم. از این نظر من سخنم تمام شده بود و وقتمونم تمام شده دیگه، با اجازتون پایان میدیم به جلسه. خیلی ممنون، ببخشید اگر خسته هستیم. من فقط سوالی کوچیک داشتم در مورد اونجا که شما فرمودین که همه چیز زنده هست و ریکای بیابان رو هم مولانا اینجا مثال زده بود. وقتی ما میگیم یک سطحی از حیات داره، آیا این سطح از حیات انقدری هستش که اینا احساس داشته باشن؟ والا بله، اگر از مولانا بپرسید بله، احساس هم دارن، شنوایی هم دارن، خیلی چیزهای دیگه هم دارن. بله، تجربه من نیست ولی او این رو میگه. بله، خواهش میکنم. از همه دوستان هم دارم برای همه عمر با عزتی رو آرزو میکنم. متشکرم از همه کن.